بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان خوب تلویزیون آریانا سلام، صبحتان بخیر باشه. خوشحال هستیم که در دومین گزارش همچنان در خدمت شما هستیم. در گزارش اول آسمان یک رقم تنگ و ترش بود، خوب هم تو تاریک باران میبارید. این دیگه در یک 40-45 دقیقه بعد که در گزارش دوم خواستیم که لایف شیم برای شما گزارش داشته باشیم، باران استاده است، باران نمیباره، باران توقف کرده. اما عجب یک آب و هوای پاک و صاف است. باز مرا بعض رفیقا میگه یکان وقت میگه آب و هوای پاک و صاف است که تنفس میکنی، ما را دیگه بیاد هوای وطن دل ما را یک رقم احرمات اینمتا میشه که ما کاش در وطن میبودیم. خیر باشه، شما در اون را در اون جاهای دور خوش بگذره براتان، آرام باشین، خوش باشین، خوش زندگی بکنین، ما در اینجا خوش باشیم. خداوند کل ما و شما را با جمله مومن مسلمان آرام داشته باشه. ما بین سرک هفتم و هشتم قلعه فتح‌الله هستم. قلعه فتح‌الله دیگه قلعه فتح‌الله سابق نیست، نام خدا بلند منزل ها آبادی ها. اینه میگم چه خوب یک بلند منزله، یکیش جور شده و یکیش هم نیمه کار است در اینجا. اما اینجا چشم ما به لبلبو خورد. پیش از او تو باش که اول همراه امی کاکای کلمه گف بزنیم که بسیار یک آدم خوب گپای ما را گوش میکنین. خوش آمدین، ما والا افتخار ماست در رسانه کار میکنین، موقعیت های جامعه را برای مردم. ما یک دو سه دفعه قدر ما این افغان هم در سرک نو مصاحبه کرد، مرا خواستن و می قوارید کاکمانند است دیگه بیای قدیم مصاحبه. ما گفتیم ما در خدمتتان، شما دیگه در رسانه کار میکنین، افتخار ماستین، افتخار ملت ماستین. خوش میشیم که میاین از مردم، از جامعه دیگه واقعیت های جامعه را برای مردم بیان میکنین. ما در افتخار میکنین، ما در خدمتتون قرار دارم. ببینین اینمی لحظه هم از طریق تلویزیون آریانا ما شما را پخش مستقیم میبینن. ما دیدم که گپای ما را گوش داشتی، گفتم باش که حتما میخوای که تما گپ بزنی. از این منطقه است افتخار ماستیم بلیاس مک 15 سال میشه که همینجا زندگی میکنیم دیگه. چی گپ نو از منطقه تا منطقه؟ پس به خدا فعلا آرام آرام است، افتخار میکنیم که حال آرامی آمده دیگه. ما می رسانه را که میبینیم افتخار ماستین، ما خوش میشیم دیگه، افتخار کل ملت ماستین دیگه. شما ما افتخار ماستین. یک چیز باید داشته باشین، این مردم که نباشه ما هم هیچ هستیم. بله دیگه، محیط ما، مردم ما خوش هستیم، هوای هم هوای خوب است، مردم ما دیگه خوشی احساس میکنن به خاطر از اینکه حال آرامی آمده در 34 ولایت افغانستان هم است. افتخار میکنیم دیگه در رسانه که من شما اینجا قدیم مردم مصاحبه میکنین. افتخار ماست، ملت ماست، ما جای افتخار هستیم، ما خوش شدیم دیگه. از خداوند براتون آرزو و موفقیت میخوایم. قربانتون، تشکر، با عزت باشین، خدا نگهدار. بسیار تشکر، بخیر باشین. اینی لبلبو است. اگر شوخی کنیم یگان تا را میگن که لبلبو وارستی، اما این لبلبو هم گپای خدا داره. ما یک قصه را شنیده بودم. سابقه یک گپ بود، پیش روی هر امام باز لبلبو بود. خب یعنی ای که چی گپ، چی فضا و هوایی داشت این قصه من نمیفهم. شنیدگی رو براتون قصه میکنم. میگن از امام که میبر آمدن دیگه باز رنگ ها رنگ، اما تو لبلبو چیندگی میبود، بسیار رنگ های زرد و سرخ و شیرچایی و گلابی. باز میگه دل آدم میشد که یک تا یک لبلبو رو بگیره و اما تو بسیار بمزه بخوره یا نوش جان کنه. یک پارچه تمثیلی از شیر آقا و شیرین گل از همو تئاتر سابق وطن ما که از یک قسمت هم میگه برش میگه یادت هست که دمو پیش امام یک تو تک لبلبو برات خریده بودم؟ خب یعنی این لبلبو هم گپای خدا داره. ما در گزارش ویژه که از منطقه گذرگاه برای شما ساخته بودم، اگر یادتان باشه سر لبلبو گپ زده بودیم که چرا رقم جور میشه، چرا رقم از زمین میارن. اما اینجا صاحبش نیست که من کد صاحبش گپ میزدم. این تو سرخ سرخی میبینین، فقط یک برگ مثل از اینکه پیازه حلقه میکنی با دو پیازه اور مو رقمی است. او بچه یک ذره نزدیک بیا که تصویر بدم دیگه. من تو ایر اما تو از زمین گرفته اما تو آورده دیگه، این پاکش آب نکرده. مونتا اون رقمش که باز پاک میکنن و باز جور میشه. این فکر میکنم که این پختش هم نیست، نه؟ این آماده نیست فکر کنم، نه؟ این یاش خوصه ایست که جور شده. فکر میکنم اونوش باز
می جوشاندن نه در گزارش دیگه که گپ زدیم که بازی جوشانده میشه و باز دیگه چه چیزایی در این انداخته میشه که بازی لبلبو لبلبو میشه. اما خاطره که ما دارم از دوران مکتب که ما لبلبو وقت رخصت میشدیم باز یک ذره لبلبو را میگرفتیم خورده خورده میرفتیم. لبلبو را که خوب جور بکنن بسیار مزه‌دار میباشه. لبلبو بسیار فایده ها داره. در یک برنامه اطفال بود از یک طفلک یک نطاق اما تو مقبوله که خورد پرسند کرد گفت که میشم این فواید انار را بگویی گفت آه میگم گفت چی از گفت انار فایده های زیاد داره. اونو تو یک جواب داده گفت ما میگم لبلبو فایده داره اما این که چه فایده ها داره. بیایم امروز همی شما برین درباره این لبلبو یک کم معلومات بگیرین در گوگل برین حالا خواستان شده ببینین که این لبلبو چقدر فایده میکنه که آدم نوشجان بکنه. یعنی هم بود گزارش دوم ما از فضای بارانی سر اکثرک 7 و 8 قلعه فتولا و لبلبو و گپای کاکای ما که چند سال در این منطقه زندگی میکرد. فرصت ما تمام است میریم به طرف استودیو صبح زندگی ادامه برنامه را هم در داخل استودیو با همکارای ما دنبال کنین.